سرخط خبرها جبه احمد مسعود طالبان را به وحشت انداخت قتل گروهی طالبان جبه مقاومت مسئولیت گرفت طالبان از توشی قانون ساحات صنعتی در کشور خبر دادن دزدان در هیرات موتر جنگجویان طالبان را به سرقت بردن ازبکستان و فرانسه درباره تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان گفتگو کردند. طالبان و مخالفان سل یا اسلحه سلام دوستان به مجموعه مهمی این کانال خوش آمدید. طالبان از توشیک قانون ساخت صنعتی در کشور خبر دادند. وزارت عدلی طالبان میگوید که قانون ساعت صنعتی از سوی این گروه در 11 فصل و 67 ماده توشی و نافذ شده است. این وزارت روز شنبه 21 میزان در اعلامیه ای افزوده که این قانون به منظور رشد اقتصادی، حفظ و مراقبت ساعت صنعتی و جلب سرمایه گذاری تنوین شده است. وزارت ادلیه خاطر نشان کرده است که مرجع تطبیق این قانون وزارت صنعت و تجارت می باشد. به با گفته این وزارت، این قانون بر ساعت سنتی دولتی و خصوصی نظارت می کند. طبق این قانون دریافت کنندگان زمین در ساعت سنتی مکلب و رعایت حفظ محیط زیست هستند. این قانون در حال توشی و نافذ شده است که طالبان چند پیش شهرک خالد بن ولید را در بلخ مصادره کرده بودند. دزدان در هرات موتر جنگجویان طالبان را به سرقت بردند. منابع محلی در هیراد می گویند یک موتر جنگجویان طالبان در این ولایت از سوی سارقان دزدیده شده است منابع روز پنجشنبه نزدی میزان به روزنامه هشت صبح تایید کردن که دزدان روز گذشته یک موتر نو لوکس طالبان را در جاده مبحث هیرات به سرقت بردن منابع تصریح می که سارقان این موتر را از نزدیکی ریاست استخبارات این گروه در هیرات دزدی کردند طالبان در هیرات تا اکنون در این مورد چیز نگفتند ازبکستان و, و فرانسه درباره تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان گفتگو کردند اسمتولا نماینده ویجیر جمهور ازبکستان در امور افغانستان با عیت از وزارت نیروهای مسلح فرانسه درباره تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان گفتگو کرده است رسانه های ازبکستانی روز شنبه 21 میزان به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش دادند که دو طرف بر امنیت اقدامات هماهنگ برای تامین امنیت مرزی مقابله با تروریزم قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه تاکید کردند طبق گزارش ایت فرانسوی از تلاش های ازبکستان برای حمایت از افغانستان استقبال کرده است دو کشور همچنان به تلاش های هماهنگ برای رسیدگی به بحران جاری در افغانستان تاکید ورزیدند هیئت فرانسوی از نقش ازبکستان در تأمین امنیت منطقهای نیز قدردانی کرده است جپی احمد مسعود طالبان را به وحشت انداخت قتل گروهی طالبان جپی مقاومت مسئولیت گرفت جپی مقاومت ادعا کرده که در دو حمله جداگانه بر طالبان در ولایت های و نیمروز پنج جنگجوی این گروه را کشته و پنج تن دیگر را زخمی کرده است جبهه مقامت روز شنبه 21 میزان در خبرنامه ای گفته که حمله نخست را دو شب پیش در شهر زرنج مرکز نیمروز انجام داده که در پی آن دو جنگجوی طالبان را کشته و یک تنی دیگر را زخمی کرده است این جبهه همچنان افزوده که در یک حمله دیگر بر مرکز نظامی طالبان در شهر قلینو مرکز ولایت بادخیز سه جنگجوی طالبان را کشته و چهار تن دیگر را زخمی کرده است طبق خبرنامه در این حملات به نیروهای جبهه مقاومت آسیب نرسیده است طالبان در این باره چیز نگفتند. طالبان و مخالفان سل یا اسلحه آمد احمدی گزارش از خبرگزاری افق در شرایطی که طالبان کاملا مسلح و مسلط بر معادلات میدانی و مناسبات سیاسی افغانستان هستند آیا دستیابی به صلح عادلانه واقعی و پایدار میان آنان و مخالفانشان امکان پذیر است جعفر نماینده پارلمان پیشین میگوید مذاکره میان طالبان و مخالفان سیاسی این گروه وارد مرحله امیدوار کننده شده است آقای جعفر که روابط نزدیک با طالبان دارد گفت که در آینده نچندان دور شاهد نتایج خوشایند و عملی این گفتگوها باشیم بیشتر الماس عضو شورای عالی مقامت برای نجات افغانستان گفت این شورا پس از نشست های با طالبان به سال در افغانستان امیدوار شده است او گفته که جامعه جهانی و ایالات متحده از گفتگوهای این شورا با طالبان آگاهی دارند جعفر هم گفت که مردم افغانستان از تداوم جنگ و خشونت حمایت نمی کنن و انتظار دارند همه طرف ها از ظرفیت ها و میکانیزم های نرم و خشونت پرهیز همچون گفتگوهای مستقیم حمایت میکنند. در این شک نیست که مردم افغانستان خواستار صلح پایدار و یک راه حل سیاسی برای آینده خود هستند شاید به همین دلیل است که تلاش های شما شمار از گروه های ضد طالبان در سه سال گذشته برای راه اندازی یک جنگ گسترده علیه این گروه به نتیجه نرسیده و تمام کارزارهای نظامی علیه طالبان در این مدت به حملات چریکی و جنگ پارتیزانی میان دو طرف خلاصه شده است نزدیک به پنج دهه درگیری های خونین و مرگبار میان جنبش‌ها ها و جبهات متخاصم در داخل افغانستان قربانی های بزرگ را بر مردم تحمیل کرده و استعمار این وضعیت به نفع هیچ کس نیست از جانب دیگر سه سال پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت نیست، ثابت کرد که یک قوم یا گروه خاص تواند به تنهایی بر سرنوشت تمام مردم افغانستان حکومت کند به بیان دقیقتر یک حکومت فاقد مشروعیت ملی حتی اگر از حمایت پیدا و پنهان قدرت های بزرگ جهانی برخوردار باشد وزد و بنهای سیاسی اقتصادی و حتی خود را با کشورهای همسایه و منطقه توسیه دهد نمی تواند نسبت به بقای خود مطمئن باشد زیرا نارضایتی عمومی به عدالتی قومی یک و تلاش محضبانه برای حسب هدفمند سایر بازیگران سیاسی قومی و مذهبی کشور از ساختار قدرت در نهایت به بروز درگیری های داخلی و اقدامات سخت افزاری علیه رژیم حاکم منجر می شود. مسئله دیگر هم این است که طالبان علا رقم سه سال حاکمیت همه بر سر تا سر افغانستان نتوانستند مشروعیت خارجی کسب کنند و به عنوان نماینده واقعی مردم افغانستان در جامعه بینالمللی مورد شناسایی رسمی قرار بگیرند در این میان گرچه های سیاسی و نظامی زده طالبان نیست به طور هدفمند آگاهانه و آمدانه از جانب بازیگران سازمان سازمانهای جهانی و قدرتهای بزرگ نادیده گرفته شدند اما این امر منجر به مشروعیت بخشیدن به طالبان نشده و این گروه به جز برقراری روابط خیر رسمی و تعاملات محدود در حوزه های اقتصادی و سیاسی با چند کشور همسایه و منطقه قادر به توسیع نفوذ و روابط خود با جامعه جهانی نشده است از سوی دیگر البته باید از آن کرد که مخالفان طالبان شرایط تحقیر آمیز دارند آنها از زمان بازگشت طالبان و قدرت از کشور گریخته و در کشورهای دیگر در تبعیض زندگی می کنند. تلاش های را از رهبران نامدار ضد طالبان برای راه اندازی تشکیل های سیاسی و حتی نظامی یا شکست خورده و یا در حد برگزاری جلسات آنلاین و ایلامی های فیسبوکی باقی مانده است. سپاس که تا این با ما بودید. کافیه چینل را سبسکرایب و ویدیو را لایک کنید.